موزه ملی چین از روز جمعه میزبان چهار راه است. بزرگترین رویداد فرهنگی هنری دنیا در رابطه با فرانسه. اولین نمایشگاه جشنواره با عنوان ده شاهکار نقاشی فرانسه مجموعی است از درخشانترین آثار موزه های مطرح فرانسه. این اولین باری است که پنج موزه لوور، دورسه، پیکاسو، ورسای و پومپیدو با همکاری هم نمایشگاه مشترکی در یک کشور خارجی برپا می‌کنند. سیلوی برمن سفیر فرانسه در چین در مراسم افتتاحیه جشنواره سخنرانی کرد و تبادل فرهنگی را در استواری بیشتر دوستی میان دو کشور مهم دانست. خانم برمن گفت نهمین جشنواره چهار را همزمان با پنجاهمین سالگرد ایجاد رابطه دیپلماتیک چین و فرانسه برگزار می شود و برای همین بهترین فرصت برای به نمایش گذاشتن تبادل هنری میان دو کشور است. از بزرگترین حامیان هنر مثل فرانسوای اول و لویی چهاردهم گرفته تا آثار پیکاسو این نمایشگاه تحول هنر در فرانسه را از زمان رنسانس تا بعد از جنگ جهانی دوم دنبال می کند. از طریق ویدیو مخاطب چینی را با اهمیت آثار به نمایش درآمده و ای که از آنجا آمده آشنا می کند. یکی از آثار درخشان جشنواره فرهنگی چهار راه تابلوی رقص در مولان دلاگاله اثر رنوار است که از موزه اورسه به اینجا آمده این دیدار کننده دومین دو باری است که اثر رقص رنوار را میبیند بار اول زمانی که در فرانسه تحصیل می و این بار در زادگاهش و یا این یکی این که خودش نقاشی می و از دیدن آثار کوبیسم پیکاسو که از هنرمندان محبوبش است به هیجان آمده ده شاهکار نقاشی فرانسه آغاز جشنواره سه ماهه است که شامل 100 رویداد فرهنگی متنوع در چهل شهر مختلف چین است و از هنر گرفته تا رقص موسیقی و سینما را برای علاقهمندان به فرهنگ و هنر فرانسه به نمایش میگذارد سارا دهقان صدای آمریکا